من پیش از تو، نویسنده جوجو مویز، مترجم مریم مفتاحی، گوینده منیژه نظمی. قسمت 32. در کتابخانه بودم. به پشت صندلی تکیه دادم، چند لحظه ناخن شستم را جویدم و بعد دکمه ارسال نامه را زدم. صبح روز بعد وقتی پشت کامپیوتر نشستم، دیدم 14 نفر جواب دادند. وارد اتاق گفتگو شدم. با دیدن فهرست اسامی چند بار پلک زدم. از همه جای دنیا جواب داده بودند، در هر ساعتی از شبانه روز. اولی این بود: زنبور پرکار عزیز، به جمع ما خوش آمدی. مطمئن هستم دوست تو با داشتن کسی مثل تو دوباره به آرامش خواهد رسید. با خودم گفتم ولی مطمئن نیستم. بیشتر ما که اینجا هستیم در زندگیمان به شکلی ضربه خورده ایم. دوست تو هم ضربه خورده. ولی نگذار دوستت تو را از خودش دور کند. به او گوشزد کن که ما در جایگاهی نیستیم که تعیین کنیم کی به دنیا بیاییم و کی از دنیا برویم. خداوند صاحب اختیار است و به خواست او زندگی دوست تو تغییر کرده است. مصلحت خداست و حتما حکمتی در کار است. نیمه کار ول کردم و رفتم سراغ جواب دوم. زنبور عزیز، چاره نیست. فلج از 4 دست و پا آدم را از همه چیز نومید می کند. اگر دوستت ورزشکار و اهل فعالیت های بدنی بوده، پس حالا برایش سخت تر است. با این همه چیزهایی بودند که به من کمک کردند. مصاحبت و معاشرت زیاد، حتی وقتی هم دوست نداشتم. غذای خوب، دکترهای خوب، دوا و درمان خوب، اگر هم لازم شد داروی ضد افسردگی. نگفتید مقیم کجا هستید، ولی اگر بتوانید متقاعدش کنید که با اعضای جامعه SCE حرف بزند بسیار مفید است. من اولش تمایلی نداشتم. فکر میکنم بخشی از وجودم نمیخواست قبول کند که از 4 دست و پا معلول هستم. اما وقتی بدانی که فقط خودت نیستی خیلی مؤثر است. هرگز هم نگذار فیلم هایی مثل زنگ غواصی و پروانه را ببیند. مایه قصه‌اش می شود. ما را از اقداماتی که کردی بی خبر نگذار. با آرزوی موفقیت، ریچی. مطالبی درباره فیلم زنگ غواصی و پروانه خواندم. اینطور که وبسایت می گفت، داستان زندگی مردی که فلج می شود و تلاش‌هایش برای ارتباط با دنیای بیرون بود. اسم فیلم را روی کاغذ نوشتم. نمی دانستم چرا اسمش را یادداشت کردم. می خواستم یادم باشد که نگذارم ویل این فیلم را ببیند، یا فقط می خواستم یادم نرود که فیلم را ببینم. 2 جواب بعدی از کلیسای منتظران ظهور روز هفتم و مردی بود که راه‌های پیشنهادیش برای تقویت روحی ویل قطعاً خارج از تعهد کاری من بود. صورتم از خجالت سرخ شده بود. تونتون پایین صفحه رفتم. نگران بودم کسی از پشت سر به صفحه کامپیوترم نگاه کند. مکسی روی جواب بعدی کردم. سلام زنبور پرکار. چرا فکر میکنی دوستت، فرد تحت مسئولیتت یا هر چیز دیگر باید تغییر عقیده بدهد؟ من خودم اگر راهی پیدا می کردم که بتوانم از راه تقدیر و سرنوشت از دنیا بروم و اگر می دانستم خانوادم را نابود نمی کند، حتما این کار را می کردم. الان 8 سال است که اسیر این صندلی چرخدار لعنتی هستم و زندگیم سراسر خفت و نومیدی است. آیا واقعا می توانی خودت را جای او بگذاری؟ می فهمی یعنی چه که تا آخر عمر زمینگیر باشی و نتوانی بدون کمک بخوری، لباس بپوشی و با دنیای بیرون ارتباط برقرار کنی؟ هرگز نتوانی دوباره ازدواج کنی؟ می توانی تصور کنی که چیزی جز رنج و بیماری و حتی دستگاه تنفس مصنوعی در انتظارت نباشد؟
تو فرد مهربانی به نظر می رسی و مطمئن هستم نیت خیر داری، اما شاید هفته دیگر تو پرستارش نباشی، کسی باشد که ناراحتش کند، حتی شاید دوستش هم نداشته باشد و این هم مثل بقیه چیزها از کنترل او خارج است. ما که به این بلا دچار شده ایم می دانیم تقریبا در اختیار ما نیست که تصمیم بگیریم چه کسی به ما غذا بدهد، لباس تنمان کند، ما را بشوید، داروی من را بدهد، و زندگی با این افکار بسیار رنجاور است. بنابراین به نظر من سؤال بی ربطی کردی. اینها کی هستند که بگویند زندگی ما باید چطور باشد؟ اگر زندگی دوستت روال طبیعی ندارد، بهتر نیست بپرسی چگونه می توانم کمکش کنم تمامش کند؟ موفق باشی. نیروی جی، میسوری، آمریکا. به پیام زل زدم. انگشتانم روی صفحه کلید بی حرکت ماندند. بعد رفتم پایین صفحه. چند تای بعدی هم از معلولان بود. نیروی جی را به خاطر حرفهای نومید کننده اش سرزنش کرده و گفته بودند امیدوار هستند و زندگیشان با ارزش است. بعد داروی ضد افسردگی، ماساژ، معجزه و بهبودی بعضی افراد، داستانهایی از اینکه چگونه زندگی ارزشمند شد. چند توصیه هم بود: نوشیدن شراب، موسیقی، نقاشی، به خصوص کیبوردهای طراحی شده برای معلولان گریس 31 از برمینگام. او گفت یک شریک زندگی، اگر عشقی در قلبش باشد، حس می کند که می تواند برایش زنده بماند. بدون آن من تا حالا 7 تا کفن پوسانده بودم. تا مدت ها پس از اینکه از کتابخانه بیرون آمدم، حرف آخرش در سرم می پیچید. ویل روز پنجشنبه از بیمارستان مرخص شد. با اتومبیل رفتم دنبالش و او را به خانه برگرداندم. رنگ پریده و خسته بود. در تمام طول راه بی حال و بی حوصله به بیرون پنجره زل زد. وقتی پرسیدم حالش چطور است، جواب داد اینجور جاها اصلا نمی شود خوابید، همیشه دور و برت کسی هست که ناله کند. به ویل گفتم که آخر هفته را وقت دارد تجدید قوا کند، اما بعدش برنامه هایی برای بیرون رفتن دارم. گفتم که به توصیه اش عمل کردم و دارم چیزهای جدیدی را امتحان می کنم، او هم مجبور است همراه هم بیاید. تغییر نامحسوسی در طرز برخوردم ایجاد شده بود. می دانستم تنها از این طریق است که می توانم او را با خود همراه کنم. در حقیقت برنامه مفصلی برای 2 هفته بعد چیده بودم. با دقت و با خودکار سیاه روی تقویم برنامه ها را نوشتم. با خودکار قرمز اقدامات احتیاطی که از پیش باید در نظر می گرفتم. خودکار سبز هم وسایل مورد نیاز. هر باری که چشمم به پشت در اتاقم می افتاد، کمی احساس هیجان می کردم. بخشی به دلیل برنامه ریزی هایی که کرده بودم، بخشی هم چون امیدوار بودم این برنامه ها نگاه ویل را به زندگی تغییر دهد. همانطور که پدرم همیشه می گفت، مغز متفکر خانواده من خواهرم بود. با 3 باری که پارکینگ را دور زدیم تا جای پارک مناسبی پیدا کنیم، ظرف کمتر از 20 دقیقه به نمایشگاه نقاشی رسیدیم. از نمایشگاه دیدن کردیم، ولی هنوز در سالن را پشت سرش نبسته بود که گفت افتضاح بود، خوشم نیامد. دلیلش را پرسیدم، گفت وقتی خودم نتوانستم بفهمم توضیح نقاش هم بیفایده بود. سینما هم منتفی شد. یکی از مسئولانش با عذرخواهی گفت که آسانسور کار نمی کند. بقیه سرگرمی ها مثل رفتن به شنا که ناموفق هم از آب در آمد. به برنامه ریزی دقیق تر و زمان بیشتر نیاز داشت. پیشا پیش به استخر زنگ زدم. با نیتن برای اضافه کاری هماهنگ کردم. اما وقتی به مرکز تفریحی رسیدیم، ویل حاضر نشد از اتومبیل پیاده شود.
توی پارکینگ ساکت و خاموش فلاسک شکلات داغ را خورد و بعد هم قاطعانه گفت که برگردیم. چهارشنبه شب بعد به کنسرت خواننده‌ای رفتیم که قبلا یک بار در نیویورک برنامه‌اش را به طور زنده دیده بود. خوشبختانه برنامه خوبی از کار درآمد. روز بعد ویل را به برنامه شراب چشی بردم. قسمتی از جشنی بود که در تاکستان یک فروشگاه حرفه‌ای شراب برگزار می شد. نیتن به زور از من قول گرفت که نگذارم ویل زیاده روی کند. ویل چنان کار کشته بود که وقتی لیوانها را زیر بینیش می گرفتم و پیش از چشیدن می دانست چه مزه‌ای دارند. به خودم فشار می آوردم وقتی ویل شراب را به لیوان تف می کند اه و پیف نکنم، مسخره بود. نگاه هم می کرد و می گفت که خیلی بچه ای. صاحب فروشگاه وقتی دید کسی با صندلی چرخدار آمده است اولش خوشش نیامد، ولی بعد تحت تأثیر قرار گرفت. کمی که گذشت صاحب فروشگاه نشست و بطری های بیشتری باز کرد و با ویل هم درباره انگور و منطقه حرف زد. من هم در اطراف پرسه می زدم و به مارک بطری ها نگاه می کردم. راستش کمی هم حوصله‌ام سر رفته بود. ویل با سر اشاره کرد که کنارش بنشینم. کلارک بیا و لبی تر کن. نه، مادرم می گوید کار زشتیست چیزی را از دهانمان برگردانیم و توف کنیم. دو مرد طوری به هم نگاه کردند که انگار با دیوانه‌ای مواجه شدند. ویل حالا کمتر شراب را از دهانش به لیوان برمیگرداند. به طرز شک برانگیزی هم تمام بعد از ظهر را حرافی کرد. تا چیزی میشد میخندید. البته بیش از همیشه کله شقی کرد. بعد موقع برگشت به خانه از منطقه‌ای گذشتیم که معمولاً از آن راه نمی آمدیم. همینطور که توی ترافیک بودیم من نگاهی به بیرون کردم و چشمم به یک مرکز خالکوبی افتاد. گفتم همیشه عاشق خالکوبی بودم. باید می دانستم که نباید از اینجور حرف ها به ویل زد، چون معمولاً به بحث ادامه می داد و دیگر ولکن معامله نبود. برای همین در جا پرسید که چرا تا حالا این کار را نکردم. فکر کنم فقط به خاطر حرف دیگران. چرا؟ مگر چه می گویند؟ پدرم از خالکوبی متنفر است. یک بار دیگر بگو چند سال داری؟ پاتریک هم بدش می آید. خودش هم هیچ وقت کاری نمی کند که تو بدت بیاید؟ می دانم تحت فشار قرار می گیرم و فوری پشیمان می شوم. با لیزر می شود پاک کرد. از آینه عقب نگاهش کردم. چشمانش می خندید. گفت ول کن. حالا بگو چه طرحی دوست داری؟ می دانستم خودم هم لبخند بر لب دارم. مار نمی کشیدم یا اسم کسی. قول می دهی نخندی؟ خودت می دانی که نمی توانم. اوه خدای من، ضرب المثل هندی سانسکریت یا اینجور چیزها که نمی خواهی خالکوبی کنی. آره؟ آنچه مرا نکشد قوی ترم می کند. نه، زنبور می کشیدم. زنبور کوچولوی زرد و سیاه. عاشقشان هستم. سری تکان داد، طوری که انگار به نظرش کاملا منطقی آمده است. ویل گفت بیست. چرا؟ چیزی شده؟ حالت خوبه؟ همین جا بیست. ببین آن هم جای پارک، سمت چپ. ماشین را کنار جدول خیابان پارک کردم. صورتم را برگرداندم و نگاهش کردم. حالا برو ببینم، امروز کار دیگری که نداریم. کجا بروم؟ مرکز خالکوبی. زدم زیر خنده. اوه که اینطور. چرا نروی؟ تو شراب ها رو تف نکردی، قورت دادی. جوابم رو ندادی. چرخی زدم. ویل جدی بود. نمی شود الان بروم و خالکوبی کنم. همینطوری که نیست. چرا؟ چون به خیابان و به مرکز خالکوبی نگاه کردم. تابلوی نئون به شکل قلب بزرگ روی پنجره نسبتاً دود گرفته مرکز خالکوبی دیده می شد. با چند تا عکس قاب گرفته از آنجلینا جولی و میکی رورک. صدای ویل مرا از افکارم بیرون آورد.
اگر تو بکنی من هم میکنم. به طرفش برگشتم. تو هم میکنی؟ اگر باعث شود برای یک بار هم که شده از لاک خودت بیای بیرون. اتومبیل را خاموش کردم. همینطور نشستیم و به همهمه خفه و گرفته اتومبیل هایی که از کنارمان در خیابان رد می شدند گوش دادیم. برای همیشه می ماند. نه، نه برای همیشه. پاتریک بدش می آید. همینطور می خواهی ادامه بدهی؟ شاید از سوزن آلوده هپاتیت بگیریم، بعد هم بمیریم. مرگ تدریجی، وحشتناک و تلخ. نگاهش کردم. احتمالاً الان انجام نمی دهند. همین الان که نمی شود. شاید نه. بهتر نیست برویم و بپرسیم؟ و ما راهی مرکز خالکوبی شدیم.